این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از متد جدید ولایت برای پوشوندن زهرخوری. نرمش ذلیلانه کم بود، حالا زمان ایکس هم اضافه شد. معاون رئیس جمهور درباره خواست اوباما برای تعلیق 10 سالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران هم گفت این دوره اعتماد سازی رو ما فعلا گفتیم ایکس، یعنی زمانش رو فعلا گفتیم یک زمانی که مشخص نیست، بعداً باید مشخص بشه. انواع پیشنهادها بوده، کمتر از 10 سال بوده، 10 سال بوده، بالاتر از 10 سال بوده، ولی هنوز روی این زمان اعتماد سازی تصمیم واحدی گرفته نشده که طرفین مورد قبول طرفین باشه. بله، یعنی که نیاز نیست دل واپسا بدونن چند سال، بلکه ایک سال دور اتم هسته خط بکشن. بعدم برای اینکه بسیجیا کلن هسته ای رو فراموش کنن، عکس چرخه اتمی رو از روی اسکناس هم حذف کردن. این تصویر اسکناس 5000 تومانی جدیده که نماد چرخه هسته‌ای از اون حذف شده و از این به بعد 5000 تومانی ها رو باید با سردر دانشگاه ببینیم. بله، دلواپسام که فهمیدن قضیه از چه قراره شروع کردن به داد و هوار تو تیبریش. اسکناس های 5000 تومانی قرار از سال دیگه با شکل و شمایل جدید وارد بازار بشه، اما اونجور که از تصاویر این اسکناس ها برمیاد، تصویر نماد انرژی هسته‌ای در اسکناس های فعلی جای خودش رو به سردر دانشگاه تهران داده. اینکه این تغییر اونم در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای چرا و با چه هدفی صورت گرفته، سوالیه که این روزا ما هم مثل شما به دنبال جوابش هستیم. النهایه کار بیخ پیدا کرد و تیغکش دلواپسا تو مجلس یه راست رفت تو شکم اکبر کوسه. امروز گفته شده که مهمترین پروژه دولت مذاکرات هسته‌ای، عده‌ای نمیخوان این به نتیجه برسه، اینا تو مجلسن. گفته شده که تریبون مجلس باز، عده‌ای از این تریبون هرچی میخوان درباره پرونده هسته‌ای دروغ میگن، مردم هم باور میکنن. اولا این توهین نه نسبت به مجلس که نسبت به ملته. ملت ایران ملتی ساده نیست که هر دروغی رو باور کنه، کما اینکه شما دروغ گفتید که این نظام تقلب کرده، ولی ملت دروغ شما رو باور نکردن و همون سال 88 جوابتون رو دادن. دروغ رو اونهایی گفتن که ادعای تقلب کردن. خیلی ممنون. در رأس اینا هم آقای هاشمی بوده. حالا اگه تو این گیرودار کسی میخواد بفهمه که خلاصه در جریان مذاکرات چی آید و عظما میشه، باید به این گوریل گروگانگیر که حالا شده کارشناس سیاسی مراجعه کنه. شاید اینجوری بخوایم مثال بزنیم، آیه نتانیاهو میگه که این تناب رو من خودم با دست خودم میخوام گردن ایران بندازم و این تناب رو خودم بکشم. آیه اوباما میگه که نه، اجازه بدید ایران این تناب رو خودش به گردن خودش بندازه و ما این رو به این سمت ببریم که خودکشی بکنه ایران. این دوتا در حوزه کشتن ایران و فشار بر ایران با هم اختلاف ندارن. بله، اینطور که از شواهد و قرائن برمیاد، اسب عظما تو مذاکرات همینطوری داره پسپسکی میره. در روزهایی که حاجی خاطره همچنان دنبال چماق کردن خاطرات امامش رو سر علی گداست، تیبریش این آخوندتانگه رو آورد تا باهاش تلسم شکسته عظما رو بند بزنه. ما هم بعد از امام امروزمون دفاع بکنیم که نائب امام زمان یعنی ولی فقیه، به همین سادگی. ولی بعضیا دلشون میخواد امام امروز یادشون بره، فقط از امام دیروز یاد کنن. زمان امام بعدی کسی بخواد از امام قبلی دفاع کنه، کلکه، مواظب کلکش باشید. اینا هواپرستن. رضا ببینید، امروز خیلی ها میان میگن ما مطیع امام دیروزیم، چون امام دیروز که الان فرمان نمیده که اطاعتش کنن، امام دیروز رو توجیه میکنن، ولی از اطاعت امام امروز در میرن، چون دلشون میگه اطاعت نکن. مشنگ عظما که خود خامنه ای باشه، هر سال دم عید یه نمایش مسخره داره که اسمش درختکاریه. بعد از یه سال کشت و کشتار و جنایت،
حالا یه فیگور باغبونی میگیره واسه قطع شدن درخت‌ها و اشک تمساح میریزه. آخیش ما اینجا دونه دونه درخت میکاریم و صدها صدها و هزارها هزارها درخت بی جهت در جایی که نباید قطع بشه قطع میشه. این خیلی اشکال بزرگی است که وجود داره. البته امسال سید علی علاوه بر اشک ریختن برای درخت ها، یه اشکی هم برای سینمای جنگی تو نظام ریخت. سینمایی که 30 ساله دارن براش خرج میکنن اما دوغ هم تحویلش نداده. هفته گذشته تهیه کنندگان یا بهتر بگم عوامل فیلم شیار 143 با عزیز ایران رهبر اندیشمند انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای دیداری داشت. صحبت‌های بسیار زیبا و دلنشین رو رهبر معظم انقلاب درباره این فیلم و درباره سینمای دفاع مقدس مطرح کردند. سینمای ایران علاوه ظرفیت کارگردانی و گریم و بازیگری و اینها جزو سینماهای برجسته دنیاست. این ظرفیت عظیم بایستی التقاء پیدا کنه با ظرفیت بسیار عظیم دفاع مقدس. این تاریخ رو نگذاریم از بین بره. به نظر من ما 50 سال دیگه هم بایستی درباره دفاع مقدس بنویسیم، بگیم. بعد از این افاضات عظما، تیویریش 4 تا به اصطلاح سینماگر رو جمع کرد تا حرفای ولی فقیه رو بررسی کنن، اما در عمل پنبهش رو زدن. همین بحث دفاع مقدس که مطرح کردیم، قابلیت فیلمنامه داره، قابلیت فیلم داره، قابلیت قصه رو داره، اما تو سینما ایران خیلی کم رنگه. تا الان این بوده که وقتی که سناریوی میرفته برای اینکه به عنوان تصویبی ارشاد که مثلا به یه فیلمنامه تبدیل به یه فیلم تبدیل بشه، خب غالبا میدیم هی دوچار دخل و تصرف میشده. اگر قاسم سلیمانی که به نظر من قهرمانه در موردش حرف میزنن، اگر اون توی سینما مطرح نمیشه اشکال از ماست، ما بلد نیستیم بگیم. اگر بلد باشیم در واقع قلوف بکنیم، ولی این قلوفی باشه که باور کردنی باشه میتونیم بکنیم، یعنی ما بلد نیستیم بکنیم. ایشون که راجع به سردار سلیمانی دارن بحث میکنن، اگر همین الان هر کدوم از این دلاورای سینماگر ما بخوام بیان راجع به این شخصیت فیلم بسازن، درست تبدیل میکنن به بدمن میکنن. چون اینجا هم با ایشون موافقم، چون بلد نیستن. آره بلد نیستن. البته این که میگه بلد نیستن مستنده، چون دفعه قبل تو ساخت یکی از همین فیلم‌های جنگی یه همچین صحنه پیش اومد و چند نفر تلفات دادن. اینم دست و پا زدن‌های یه مجری چاپلوس تیویریش برای توجیه فقر مردم و در بردن آقازاده ها و باباهای میلیونرشون. هر وقت کسی رو تو خیابون میبینید که سر و وضعش مرتبه، ماشین مدل بالایی داره، نگید فلان فلان شده دزده، بگید خدا رو شکر که یکی از هموطنان ما فقیر نیست، میتونه لباس خوب بپوشه، نمیدونم ماشین خوب سوار شه، در شأن یک ایرانی رفتار بکنه. راستی علت رواج اپیدمی بچاپ بچاپ بین دزدای حکومتی چیه؟ یکی از متخصصین اختلاس پاسخ میدهد. عقل میگه دست به بیت المال نزن، فطرت میگه دست به بیت المال نزن، وجدان میگه دست به بیت المال نزن، ولی دلش میگه، هوای نفسش میگه بابا همه دارن میخورن، تو نخوری از قافله عقب رد میشه اختلاس. حالا یکی از موارد مصرف این پولای بادآورده کجاست؟ تو بالا کشیدن خود در ساختار قدرتی که اینجا دیگه همه توش دست داره. اخیراً یکی از وزرا دو بار مطلبی دال بر ورود پولهای قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از این چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند. قطعاً شورای نگهبان که وظیفه نظارت بر انتخابات رو و سلامت اون رو عهده‌دار است، نسبت به چنین امری به موقع در زمان بررسی پرونده هر داوطلب مد نظر قرار خواهد داد. خبرنگار تیویریش رفت با مدیر عامل یکی از باشگاه‌های ورزشی مصاحبه کنه که یه همچین صحنه‌ای براش پیش اومد.
تو ما که الحمدلله رسانه‌ای که میبافین که میان نماینده‌ای که اسپانسر بودن نماینده اینطور نیست. نه هنوز ما نه تصمیم گرفتیم نه اصلا مطرح شده، این زایده شماست. وقتی قضیه بیخ پیدا کرد و حسابی آبروریزی شد، طرف پول داد تا خبرنگارا رو بیارن برای آشتی کنون و ماستمالی قضیه. من به شخص جنرالیم اراده ویژه دارم و بارها شما از این بابت میشه جون کردین. مقایسه کردن خود من با آقای بروسی، من به چون من خودم مقایسه با آقای بروسی نمی کنم و اون یه قهرمان بسیار بزرگ بوده و ما صرفا جهت شوخی و به صورت نزدیکیم با جنرالی و کلی خبرنگارا بوده. اول یه سری به استودیوی خبر تیوی ریش بزنیم ببینیم صوت جدید چی داره. آقا بخشیدیم چی بسنده میگه؟ شما که میخوانده بکنیم میکنم از شما. این مجری تیوی ریش هم از فرط محبوبیت اووردوز شد و از بس پیامک اعتراضی فرستادن مجبور شدن دکش کنن. با خودش درگیر کله. بزن یه دونه، بزن یه دونه دیگه، بزن. پیشونیش میاد تو حلقش ولی هر رو نمیره، باز فکر میکنه میتونه بیاد جلو. آخرین برنامه رو در سال 1393 تقدیم حضور شما خواهیم کرد. در سال آینده امیدوار هستم که این برنامه تقدیم حضور شما بشه با روی کردی متفاوت و جدید، با تیمی جدید. انقدر پیامک زدید گفتید من نیام، منم نمیام، به یک استراحت طولانی مدت احتیاج دارم. در پایان توجه شما رو به دو نمونه ابتکاری برای حل موزلی به نام پارک دوبله جلب میکنیم. از قدیم گفتن کار نشد نداره. Back.